الهی به نام تو، به یاد تو و برای تو. سلام مردم عزیز، وقتتون بخیر باشه. اینجا استودیو مسابقه بزرگ ستاره ساز، جایی که بازیکن‌های مثل علی عباسی نشون میدن که چرا فوتبال اینقدر جذابه. اون چه که در قسمت قبل دیدیم فوق‌العاده عمل کرد بازیکنی که تقریبا امیدش برای صعود رو از دست داده بود به خاطر مصدومیت و امتیازاتی که از دست داده بود، و اومد و عالی عمل کرد و تونست خودش رو در بالاترین جایگاه قرار بده. در این قسمت چالش‌های گروه دوم قرار ادامه پیدا کنه، علی عباسی و باقی رفقا. و نکته‌ای که من دوست دارم توی این قسمت به ستاره‌هامو در گروه دوم بگم، به خصوص دانیال حاتمی، اینه که دانیال درسته در قسمت قبل امتیازاتی رو از دست دادی، ولی خیلی مهمه که همین علی عباسی رو سرلوحه قرار بدی عمل کردش رو، و ببینی که چطور در اوج ناامیدی فوق‌العاده عمل کرد. امروز به نظرم دانیال حاتمی و بقیه ستاره همونی فرصت رو دارن که مثل علی عباسی در قسمت قبل عالی عمل کنن. ببینیم که چه کار خواهند کرد. بفرمایید، خواهش میکنم. بچه ها دقت کردید وقتی یه حرکت خوبی، یه اقدام درستی رو از دیگران میبینیم میگیم به به، چه چه، چه کاری انجام دادن، چه رفتاری انجام دادن میگیم. هم تو تیمای داخلی خوشبختانه اتفاق میفته، هم تیمای خارجی. اینکه رقابت فوتبال انجام میشه، تماشاگران اون تیم بلند میشن میرن و توی ورزشگاه هر آشغالی که وجود داره رو جمع جور میکنن، ترتمیز میکنن و میرن به بیرون از ورزشگاه. وقتی آدم‌ها، وقتی مردم یه جامعه عادت می‌کنن به این رفتار، توی رقابت بین‌المللی هم وقتی میرن به یه کشور دیگه توی ورزشگاه از اون فوتبال زیبا لذت می‌برن، در نهایت چیکار می‌کنن؟ کیسه‌های زباله رو برمی‌دارن، زباله‌ها رو جمع می‌کنن. و اینا اتفاقی نیست، اینا تبدیل به یک فرهنگ شده. ما هم یاد بگیریم که اینطوری باشیم. قشنگه دیگه ها؟ درسته؟ هر چی زباله هست جمع و جور کنیم، به سهم خودمون بتونیم که به تمیز شدن طبیعت، به تمیز شدن کنار ساحل کمک کنیم، که قطعا انرژی مثبتش هم به زندگیمون برمیگرده. احسنت. شروع کنیم بچه ها. یا علی بفهمید، خواهش میکنم. من الان وزنش دست همه دیگه همونه. حسین چی کار میکنی؟ جدی تو چی داری میری میای؟ یکم خم شو اینم باور کنی که دیگه جمع کرده. الان دیدی با خود داریم حرف میزنیم که درد میشه. فقط کیت زباله نه، الان پر میشه. الان پر میشه آقا، همین مسیر رو طی کن. بذار جا تمت بدن کجا بری. همونجا. همونجا آره، کامل اونجا کچل بشه. اونجا مال من آقا، اما همه شن میشه الان. همینجوری بگی دسته دیگه، راکوردو تو حفظ کن. آفره. این هم که رد شد باز. آقای داجی ها، الحق دمت گرم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. مرکرتم حامد جان، دمت گرم. خدا بکری. کارش خوب انجام میده آقا فرجام، درسته؟ مثل تو که قرار بود زباله رو جمع کنی. جمع کردم آقا. آره مشخصه. نه نه جمع. دو دست به کمر. علی پیچوندی. علی پیچوندی. بیا اینجا. سلطان پیچکش اینجاست. ببین الان بیا. بیا بری پیچ مبارزه. من مبارزه کنم. آقا در کناره جمع کردن زباله ها، در کنار سواحل دریای خزر
یه درس دیگه باز ما گرفتیم. خواهش میکنیم آدم ها رو زود قضاوت نکنیم. واقعا هیچ کس باورش نمیشد محمد رضا بزگوش پسر دوست داشتنی خودش بره این همه زباله جمع کنه بی حاشیه، در حالی که گفتم اگه قرار بود بگیم سه نفر میپیچونن یکیش محمد رضا بود. خیلی پرچمت بلاست، دوستت داشتیم، بیشتر دوستت داریم. دمت گرم. هیچ کس زود قضاوت نکنیم. نمونش محمد رضا دوست داشتن. کارنامه ستاره هامون در جمع کردن زباله سواحل. امیر وفا خیلی دقیقه صبر کن، خیلی خسته شده. واقعا خودتون امتحان کنین، اگر بخواید یک کیسه رو کیسه زباله رو بخواید باد کنید، زحمت داره، نفس میخواد. پسر خوب بلش کن اینو، خودت بل کن باز میبره آقا. در نه در کیسه زباله رو باز کن، واقعا اذیت شده، نفس میخواد این کار. در واقع این بوده، این کارنامه ابوالفضل جان. امیر وفازاده دو تا پاکت چیپس یه آب معدنی اضافه کرده. دو تا آب معدنی، یه آب معدنی. قشنگ من اولش نگاه کردم. دو تا آب معدنی. امیر خان، حسین علی پور، بذار ببینم. خوب بودی حسین، باری کردا. حامد هم بی حاشیه داشت کار میکرد، خدا وکیلی. حامد قربان. حامد جان دست شما درد نکنه. امیر کیسه زباله رو داخل کیسه زباله‌اش گذاشته و نه آقا. آره نه آقا. نه. آقا من این دارم می‌بینم دیگه. این پاره این الان پاره کردی. برو پسر. پاره. چی رو می‌بینی آقا؟ محمد رضا بزگوش معرفی حضور است. دست گل درد نکنه. ممنون محمد رضا جان. علی عباسی همچنان دست به کمر و دست پشت. واقعا خسته نباش. نه. تو هم نظارت می‌کردی. چون این کار امیر وفازاده بود. دانیال جان. حداقل توی زحمت می‌دیدی مثل اون روز باد می‌کردی اینو. می‌دونم پا درد می‌کرد ولی خب یه بار آقا کشتری اومد غذا بخوره یه غذا. آقا منم می‌خواستم همینو بگم. یکن تلاش تو. منم می‌خواستم تو اندازه‌ای که مشکل رو باد می‌برد. امیر. سپر جان. کمک آقا سردار. باری کلا به شما. هر کدوم به یه شکلی خلاصه خسته شدن دیگه. خسته شدن، خسته نباشید میگم. بذار کنار دو تا الگو وایسم. الگو؟ الگو. کیسه زباله هر دو هم پر. ایشون پرتر. ولی در زندگی هنگام جمع کردن زباله ها سعی کنید مثل محمد رضای بزگوش باشید. با این احوال بچه‌ها به افتخار خودتون. چالش بازیکنان حاضر در گروه دوم، دانیل حاتمی دور دوم خودش رو آغاز میکنه، توپ رو میکاره در نقطه‌ای که باید ضربه رو بزنه به سمت دروازه پیشه، رو ضربه چیپش نتونست براش امتیاز به همراه داشته باشه. ضرباتش به سمت اشکال هندسی، ضربه اولش بدون امتیاز، دومی هم به کنار اشکال زد و ضربه پنالتیش هم میگیره. امیر عباسی با یه واکنش فوق‌العاده میره برای امتیازگیری از باکس‌های پیشه رو. اولین ضربش بدون امتیاز، دومی ضربش از کنار باکس ها به پیرون رفته. آقا وحید شمسایی هم کنارش مدام داره حرکت میکنه و راهنماییش میکنه. دانیل حاتمی رو زبی راه دورش هم میگیره. امیر عباسی و ضربات فنیش به سمت باکس های پیش رو. دومی رو میزن و به کنار باکس برخورد داشت. حالا تک تک شدنش با امیر عباسی بدن رو نشون داد و چه واکنشی داشت امیر عباسی تو این صحنه. فوق‌العاده بود حرکتی که انجام داد، اجازه نداد که تک به تک دانیال حاتمی تبدیل به امتیاز بشه و دانیال هم چالشش به اتمام رسید. همیشه سعی کردم که جوری باشم که مربی ازم تعریف کنن، همیشه سعی کردم صد خودم بذارم، چون
رفاقت جای خودش، رقابت جای خودش. سعی کردم رحم نکنم تو کارم. وقتی بازیکن حریف به من رحمی نداره، منم بهش رحمی ندارم. به هیچ کس رحم ندارم وسط کارم، چون هدفم برام خیلی مهمه. البته رفاقت جای خودش، رقابتم جای خودش. دانیال رفیق صمیمی منه، ولی دیگه سعی کردم بهترین خودم نشون بدم. دانیال از دقیقه یک واسه خودت ذهنیت دادی، تموم شد. آره بابا، فردا هم چالش داری، من فوتبال میام. آره بابا، چالش فوتبال دارم. چیه این قیافت رو درست کن؟ فوتبال نمیدی بازه همه فوتبال میدی که همون میشه میره بالا. بله، امروز روز خوبی نبود برات. نه، از این خنده های تلخ داری میزنی. نشد، خیلی بد بودم، نمیدونم چرا. پیش میاد، برای هر بازیکن بزرگی هم پیش میاد. نمیدونم، اصلا تمرکز نداشتم، نمیدونم چرا. قبلش هم که بیام تو زمین اصلا سرم درد میکرد، چشام خواب رفته، اصلا نمیدونم چرا. به به آقای آتمی، خانم آتمی، به نظرم مادر بزرگ هم تشریف آوردن. بله بله، به به قدم چشام رو گذاشت. خدا نیادار چشات باشه، سلامت باشه، خیلی خوش باشه. مادر پدر آقا دانیال هست یا مادر مادرشون؟ پدرست. به به خب، خیلی خوب موقعی اومد. مادر بزرگ دیگه، عزیزم. آقای حاتمی، حالا پسرداریات، خواهرزادات یه چهار تا چیز راجبت گفتن، رفتی مادرت آوردی؟ خودم بگم از سر بزنم بس، دلتنگیست داشتیم بگم سر بزنم بس. دانیال پسر من، اینم پسر من، خیلی هم دوستشون داره، نوه عزیز من، نوه اول من. انشالله آرزو دارم که موفق باشم این کار، مقام مصر و بالا خوب بشستی جهانی ایران، انشالله. انشالله پرچم ایران رو بالا و حق امام زمان، انشالله. انشالله خدا انشالله نیادار جون شما هم باید، انشالله شما هم یه تلاشی بکنید، یه کمکی به دانیار بکنید، انشالله مقام همتون امام زمان ببره بالا، انشالله. انشالله بزرگترین کمک رو مادر جان خودش باید به خودش انجام بده، انشالله. و پدر و مادر دنیا میتونن شهادت بدن. ما تک تک بچه‌ای که اینجا هستن مثل بچه‌های خودمون، مثل برادرای خودمون دوست داریم. خدا نیادار برادرات و بچه‌ها سلامت باشید و هر بزن. کمکی که به همه بچه‌ها از دستمون بر بیاد انجام وظیفه میکنه. دست شما در نظر. امیر عجله نکن آقا، همش هم خراب کنی چه اتفاقی نمیفته. میدونی چرا؟ چون ما دوباره یه چهار فوتبال دیگه داریم. خب تو اون فوتباله من میدونم که موفق متوجه شدی؟ اصلا نگرانی نباش، خراب میشه. امیر وفازاده دور دوم چالش خودش رو آغاز خواهد کرد و با سوت آقای سنجری این کار انجام میده، توپ رو میکاره و زهبه رو باید بزنه به سمت دروازه و توپ رو درون دروازه قرار داد و امتیاز برش به همراه دور زهبهش به سمت اشکال هندسی. اولین زهبهش بدون امتیاز. آقا خداداد کنار خط با فریادهاش داره بهش میگه که به چه نحوی ضربه رو به توپ بزنه و برمیگرده باید ضربه پنالتی رو بزنه و مصافش با حسین علیپور که ضربه پنالتیش به بیرون رفت. یه تمرکز نگاه میکنه با آقا خداداد و نکات رو گوش کرد. ضربهش به کنار باکس برخورد میکنه، دومی ضربهش هم با اختلاف از کنار باکس به بیرون رفته، میره برای زدن ضربه راه تور بالای دروازه رو هدف قرار داد. وفازاده ضربهش به سمت باکس های امتیازی، اولین ضربه بدون امتیاز، دومی هم که از کنار باکس به بیرون رفت و برداشتن توپ و تک به تک شدنش با حسین علیپور. ببینیم که میتونه درون دروازه قرار بده یا نه، که این اتفاق میفته و توپ رو در گوشه دروازه قرار داد و چالشش به اتمام رسید. وفازاده آقا محکم میگه بغل بیا، بغل پاشو به سر خوب. الان من اینجا دارم به تو میگم محکم زدی رفته تو گل، باز اونجا میری میترسی بعد به تو میگم محکم، اینو محکم میگم بزن، اونو نمیزنی، میگه اینو پنالتی رو محکم میزنی. دقیقا همین اتفاقی که برای دانیال افتاد. بابا پنالتی اول است، کسی محکم نباید بزنه. نبینم گرفته ای؟ نه خوبم، مشکلی نیست. مطمئنی؟ مطمئن.
بهتر میتونستی باشی امروز؟ خیلی بهتر میتونستم باشم، ولی نشد دیگه. نمیدونم چه بود، حتی اولش خسته بودم ولی فکرم سر کار بود. نمیدونم چم شد، نتونستم اون چیزی که میخوام در بیارم. انشالله دیگه داخل چالش ها بعدی جبران کنم. آقای وفازاده، امروز در مجموع از عمل کرده امیر امروز راضی نیستی پس؟ نه. خب امیر جان سمت چپ صورتتو ببینم پسرم، صورتتو برگردون ببینم. نه نشد. سمت راستم ببینم. سالمه. چی نشد آقای وفازاده؟ نه دیگه، کتکر نخورد. خدا رو شکر. چرا نخورد؟ دیگه فعلا مراحتش میکنم تا این بازی ها تموم بشه، بعد براش دارم. خیلی خوب. به خاطر همه آنچه که برای امیر داشتید و بعد دارید، همه آنچه که هست، امیر جان انجام وظیفه کن و وقت پدر رو نگیریم دیگه. بفرمایید. خیلی تلاش کردی میدونم. قابل کنم همیشه تلاش رو نشه. همین که تلاش میکنه قابل تحسینه. تو یه بازنده محترمی. هی تلاش میکنی که نخندی ولی میبازی و میخندی. نمیشه دیگه آقا. نمیشه. انشالله همیشه لبت خندون باشه به خیر. مرسی آقا. انشالله. حسین آقا، چرا شما انقدر خوب شدید؟ خوب شدیم آقا. بله. از جمعه دروازه‌بانی میگن علاوه اخلاقی که همه خوبی. لطف داری آقا. دروازه‌بانیتون چرا انقدر خوب شده پسر؟ آقا زحمات آقای خلاق دوست دیگه. برای اون زحمت میکشه. ما سعی میکنیم بیشترین بهره رو ازش ببریم و همیشه بهتر بشیم. ولی واقعا آقا چالش امروز خیلی سخت بود. واقعا چالش خودمون رو به چالش کشید. اینقدر سخت بود که انتظار اینقدر سختی خودم نداشتم. آقا مخصوصا اون ضربه اول که پنالتی فاصلهش واقعا نزدیکه، یعنی به جوری اصلا خیلی سخته که تشخیص بدی کدوم سمته و فاصله‌اش هم واقعا نزدیکه و محکم می‌زنم بازیکنم. ضربه دومم که باز شوت از راه دور و واقعا محکم با تمام قوا به قصد گل شدن می‌زنم بازیکنم. سومی ضربه‌ام که تک به تک یه واقعا با تمام تلاش تو بزنی که تک به تک رو بگیری. اینجاست اون وقت تو هنوز وسایلی که لازم داری رو نخریدی؟ نگران هزینش نباش، چون تا 60 ماه فرصت داری پرداخت کنی. یه فروشگاه فوق‌العاده که میتونی تا 200 میلیون تومان قسطی ازش خرید کنی، تو 6 الی 60 ماه پرداخت کنی. دی جی شهر، خریدی که اعتبار دارد. عباسی دور دوم چالشش رو باید با سوت آقای سنجری آغاز بکنه. این اتفاق افتاده و توپ رو میاره به میانه زمین. یه تمرکز و ضربش باید به سمت دروازه پیش رو بره که در قسمت بالایی اشکال هندسی قرار داره و موفق میشه توپ رو در دروازه قرار بده و 4 امتیازی رو هم از اولین ضربش به دست میاره. دومی رو هم از 4 امتیازی رد کرد. خوب با دقت داره ضرباتش رو میزنه و پنالتی رو هم خلاف جهت درون دروازه سپهر بهرامی قرار داد. میره برای زدن ضربه به سمت باکس های پیش رو. اولی رو زمینی فرستاد، براش امتیازی رو نداشت. دومی ضربه‌ش هم به کنار باکس برخورد داشت. ضربه یه راه دور با کنش خوبه سپهر بهرامی که اجازه گلزنی رو بهش نمیده. دوتا توپ داره که بزنه به سمت باکس های پیش رو. 6 امتیازی رو رد کرد علی عباسی. دومی ضربه‌ش هم 6 امتیازی رو هدف قرار داد ولی نتونست که امتیازی رو بگیره. تک به تک شدنش با سپهر بهرامی در مقابل دروازه و با تلاش فراوان سپهر بهرامی موفق نمیشه علی عباسی که تک به تک رو تبدیل به امتیاز بکنه و چالشش هم به اتمام رسید. خوب بود واره کلا پسن. علی باری کرد. عالی ماشاءالله. عباسی باری کرد. عالی باری کرد. دو تا 17 گرفتی. 17 میشه 34. الان اومدی رفتی بالا. ولی اونا رو یادت باشه من یه بار دیریب میکنم، دوم بار نباید دیریب کنم. همونو میزدی. عالی بود. مرسی پسرم. خیلی خوشحالیم که واقعا
سرپا میبینیمت، سرحال میبینیمت، سالم میبینیمت، با انرژی و با کیفیت. ممنون. دیگه حرفم زده بودم، باید اول میشد. حالا ایشالله که روز آخرم با انرژی میام و امتیازه رو دارم کنم و با قدرت میرم فینال. حسن آقا من همین الان به ابوالفضل گفتم، گفتم تا الان هر امتیازی گرفتی برای خودت بوده، نوش جونت گرفتی، زحمت چه کشیدی، اگر امتیاز پایینه ما باید بیاد بالا. این یه بازی رو به خاطر ما بازی، این یه بازی که میخواد دقیقا به خاطر باشم، به خاطر خودت. نه اصلا آقا به خاطر ما بره امتیاز. ابوالفضل احمدی آخرین بازیکن گروه دومه که دور دوم چالشش رو آغاز میکنه. این بار راحت میخواد کارش رو دنبال بکنه. ضربه چیپش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت، میره برای زدن ضربه به سمت اشکال هندسی. اولی ضربهش بدون امتیاز، دومی هم به همین شکل، ضربه پنالتیش میزنه و محکم و جوردار درون دروازه صد تا بود از این توپ رو قرار داد. چپ هاست ابوالفضل احمدی، اول توپش از بالای باکس به بیرون رفت، یه تمرکز نفسگیری، ضربه پای چپ و توپی که به کنار باکس برخورد میکنه و بدون امتیازی برای ضربه راه دور به سمت دروازه محکم و شوندار زد و واکنش اینم از صدا بود از این ندیدیم و توپ هم درون دروازه صدا قرار گرفت. دو تا ضربه داره که به سمت باکس امتیازی بزنه. اولی ضربهش با اختلاف کم از کنار باکس به بیرون رفت، دومین ضربه رو میزنه و توپش به کنار باکس برخورد داشت و آخرین توپش تک به تک شدن که از راه دور ضربه رو میزنه و بدن رو بزرگ کرد در مقابل صدا بود از این اجازه گلزنی رو بهش نمیده و چالش ابوالفضل احمدی هم به اتمام رسید. چالش بود، یعنی اینکه تو شرط بازی نبودش که بازیکن بخواد تمرکز داشته باشه ضربه بزنه و شانس منم بازیکنم یه تمرکز خاصی رو ضربه های دروازهش داشت و همش ضربهاشو خوب زد، اما من بیشتر تمرکزم روی بازی است که بخوام تو بازی عمل کرده خوبی داشته باشم. ابوالفضل فوتبالیست چپای بسیار خوب، داستان چیه؟ والا واسطه امروز بهترین شرایط بود که خودم رو بکنم برم بالای جدول، بعد قسمت نشد دیگه، نشد که بشه. بعد اگه این چالش رو اول می شدم احتمال رفتنم به فینال خیلی می شد. من میگم که بهترین شرایط بود که واسه فینال برم، قسمت نشد چون بازی های بعدم دو به دو خیلی سخته. خوشحالید امروز آقای وفازاده؟ برحال نه خیلی خوشحال نیستم چون امروز امیر نتونسته توی چالش ها اونجوری که باید عمل کنه، ولی خب برحال امتیازش بد نبود، یه جورایی امتیازش اختلاف داره با نفر سوم و میتونه توی رقابت های بعدی انشالله میتونه جبران کنه. انشالله. امیدوارید شما؟ بله امیدوارم، نشون داده توی رقابت های قبلی که داشته دو علی دورا خیلی خوب عمل کرده و انتظارم هم همینه که بتونه جبران کنه و این اختلاف رو بیشتر و بیشتر کنه. ما هم خوشحالیم که علی جان برگشت به رقابت ها. هرچند نگرانی داشتیم واسه سلامتیش و هنوز هم داریم و امیدواریم که نه انشالله که چیزی نیست. علی حتما زیر نظر پزشک. آره حتما، بعضی برنامه این پولی ببینیش هم میری با لوزاش یه بار که عملش کنه که دیگه خوب بشه به سلامتی. بعد موقع صداش لوزر عمل کنه صدا نازک بشاره، صدا بند میشه. طالا نداشتم. آره نه، ولی علی صداش از این نازک تر بشه خیلی جالب نمیشه بکنم. ولی خب چون بازش میخواه ادامه ده باید من این دوتا کار انجام بده. آقا خیلی مخلصم. سلام عزیزم، خوبی؟ اول خسته نباشی. آقا وحید شمسایی خاطرتون باشه راجع به اهمیت فوتبال ساحلی باهاتون صحبت کرد مفصل. خدا شکر الان فضا فراهم شده، خط‌کشی‌های فوق‌العاده‌ای که انجام دادید بی‌نظیره. اون استادیوم ستاره ساز هم کی نوشت؟ احسن بچا حسین تشویق کنه واقعا. رقابت فوتبال ساحلی We'll be right back.
خب دیگه حالا چی شده مگه هامه؟ بابا گیز بازی در میادن آه میرن جلو بر نمیگردن چی آخه؟ یک داله پاس بده امیر حسین، یک داله پاس بده ببین عجب گولی زد. آخه ناراحت حالا شد دیگه، بازی دوستانه بودش. نه دیگه باید تو معلم بازی کنی، نباید به بازی. حالا یه فوتبال سالی دوستانه رو بردی ها، یک فوتبال سالی دوستانه، انگار جام جهانی رو با مسی فتح کرده. واسه ما فوتبال خیابونی هم جام جهانیه. باریکلا قشنگ. اجازه بده من تشویقت کنم. حالا ضعیف‌ترین بازیکنتون کی بود به جز خودت؟ هممون ضعیف بازی کردیم. آقا شمسایی یه حرفی زد به ما، گفت حتی توی کوچه خیابونم بازی میکنید نبازیم. ما هم رفتیم که بازی رو ببریم. با همین نگاه چهار تا زدیم به بزگوش. بزگوش دوستان. بزگوش، فقط بزگوش. چرا برای تو حامد داجیان بردن بزگوش انقدر مهمه؟ ما رفیقیم، خیلی هم کوری داریم، میگه طبیعیه. ولی بزگوش رو بردن یک چیز دیگه. آقا تو استادیوم نشونه شدن، بازی اصلی ما نشونه شدن. نیمه اول تمام. بله آقا از الان دارم میبینم، از اینجا واقعا اینجوریه. چرا این چه خط کشی؟ تو خط کشی نمیکردی کار داوری من راحت تر بود. واقعا آقا. آقای گلم شدی. سه گل زدم. آره. چند تا هم نزدی بدی؟ چند تا هم نزدم آره. آقای بزگوش هم یه نکته به شما گفت. به من گفت. تو استودیو نشون میدم کت تنه کیه. همیشه همینو میگه آقا. تیم زرد و سبز چهار و تیم آبی و قرمز ندارن توتی پوشیده صفر. برو بزن تو آب، بازی کم حالت بهتر. برو یاد یک دو سه عکس بگیر همونطور که پیش بینی میشد رقابت‌های جذابی رو شاهد بودیم، اتفاقای جالبی افتاد. ببینیم نظرات کارشناسی داوران عزیزمون رو. آقا خداداد راجع به امیر وفازاده برای ما صحبت خواهند کرد.
خیلی من فکر کنم امروز کلا تو چالش‌ها خیلی بچه‌ها موفق نبودن جز علی عباسی. علی عباسی که تونست امتیازهای خوبی جمع کنه، ولی هم امیر وفازاده خیلی خوب نبود، در این حال که بهتر از دانیال و ابوالفضل بود، ولی کلا شرایط خوبی نداشتن. من فکر می‌کنم یه چیزی که خیلی روی این سه نفر تأثیر گذار بود توی چالش ها، چون چالش ها همش ضربه است، همش دقت در ضربه است، استرس خیلی بالایی داشت. اصلا دانیال تو اصلا نماد استرس داشته باش، تو انقدر فوتبالت خوبه که اصلا نیازی به استرس نداری، تو عالی ضربه به توپ میزنی، نشد نشده دیگه. وقتی استرس به ضربه اول گل نمیکنی، استرس به وارد میشه، هی بیشتر میشه اون استرس، هی رو هم تلمبار میشه. امیر وفازاده که اینجا موقع تمرین من بهش دارم میگم وقتی ضربه میخوای بزنی باید مچ پاتو صفر بگیری، نباید بترسی تو ضربه زدن. دو تا حالت داره، یا گل میشه یا نمیشه دیگه، تو که زدی بیرون. لااقل اونی که ما میگیم تمرین کن، وقتی ضربه میزنی مچ پاتو صفر بگیر، باز میره پشت ضربه تقلق ضربه میزنه، میترسه که توپش گل نشه. بله، بازیکن ترسو دو ریال دو قرون به گفته ما نمیارزه، دو قرون. بازیکنی که بترسه، تو وقتی با گلر تک به تک اگه بترسی گلر میگیره ازت، شک نکن میگیره ازت، نباید بترسی، محکم ضربه بزن میره بیرون. بزرگترین بازیکنهای دنیا که اگر بگیم پله، مارادونا و مسی هستن از نظر من، و رونالدوی که حالا خیلی ها دوستش دارن، تک به تک خراب میکنن با گلر، تک به تک میشن با گلر خراب میکنن. این قانون فوتبال، همش که قرار نیست گل بشه، میترسونن خودشونو و بعدش یعنی میریزن به هم. امیر وفازاده میترسه ضربه بزنه، الان دارم بهشم گفتم اونجا، الانم اینجا دارم جلوی دوربین و بچه ها بهش میگم نباید بترسی امیر وفازاده، از ضربه زدن نترس، میره بیرون. من خودم بهت میگم میره بیرون، بره بیرون، چه ایرادی، تو که زدی بیرون بزن بیرون. در کل فوتبالیست قابلیه، تا اینجا هم که اومده با توانمندی و زور خودش اومده و خیلی هم بازیکن توانمند، لحاظ بدنی خوب، سرعت داره، حرف گوش میده، کارو بلده، ولی ضربه به توپ یه چیز تخصصی حسین جان، یعنی یک سری بازیکن‌ها بلدن ضربه به توپ بزنن به صورت خدادادی، اینو بلدن. دانیال به نظر من فوق‌العاده ضربه به توپ میزنه، حالا دقت در ضربه‌اش کم بود، اما استرساش بود. در کل امیر امروز خیلی خوب نبود، ولی بازم از دانیال و ابوالفضل شرایطش بهتر بود. فکر کنم این گروه جذابیتش به این شد که کشید به روز آخر. دقیقاً گروه جذابی خواهیم داشت روز آخر، فوتبالای دو در مقابل دو جذابیت خیلی خاصی خواهد داشت. خوب امیر، ولی باز هم تاکید میکنم امروز گلرامون فوق‌العاده بودن. آقای خلاق دوست واقعاً مثل خود آقا وحید گلراش فوق‌العاده بودن امروز. عباسی دو تا توپ فوق‌العاده گرفت، صدرای دو تا توپ فوق‌العاده گرفت، علیپور فوق‌العاده بود، سپهر دو تا توپ که گلر ماست، من توجهم بیشتر به سپهر، دو تا توپ فوق‌العاده گرفت، ولی یه دونه توپ عباسی گرفت، از فکر کنم از دانیال گرفت، دریبلش زد تک به تک، فوق‌العاده بود امروز گلرامون. برعکس بازیکنامون به جز علی عباسی گلرامون فوق‌العاده بود. ممنونم آقا خداداد، اشاره داشتیم به دروازه‌بان‌ها، اسم امیر عباسی میاد نمیشه نگفت. عرض ادب می‌کنیم خدمت آقا محمد باقر، پدر آقا امیر عباسی. همینطور که دیدین نکات مثبت رو هم کارشناس داوران عزیزمون دارن میگن دیگه، شما زحمتش رو نکشید، شما همون بحثی که با هم قرار گذاشتیم و انجام بدید، دیدید دیگه الان نکاتی که وجود داشت رو میگن، بدو میگن، خوبو میگن. بسپرین به کارشناس داوران عزیزمون، همچنین آقای پپ و فوزاده که در اون سمت حضور دارن، خدا قوت هم میگیم به ایشون. آقا رضای شاهرودی ارادتمند، قربونت برم، یه نکته‌ای رو ما فکر می‌کردیم فقط حامد داجیان درگیرشه که یه توپو خراب می‌کنه کلا می‌ریزه به هم، که البته این مژده رو بدم حامد داره روی خودش کار می‌کنه، علاوه ذهنی بله خودش بله بهتر بله شده. الان دیدیم ابوالفضل رو، امیر و دانیال، بخوام شما نگاه کنید، دانیالو اصلا کلا می‌ریزن به هم، یکی دو تا توپی که خراب می‌کنن به بعدیو فکر نمی‌کنم، و این نکته هم که خیلی عجله دارن. حسین جان اول که من خوشحال هستم که این دو تا عزیز آقا عباسی و آقا احمدی برگشتن و تونستن که چالش‌ها رو انجام بدن، سلامتیشون رو به دست آوردن.
ابوالفضل به نظر من به خود باوری هنوز نرسیده که چه بازیکن خوبیه، چه چپای با کلاسیه. اگه به این خود باوری برسه به نظر من اینا که سهل حد کاری که دلش بخواد انجام میده. من این چیزی که شناخت دارم از ابوالفضل و این تمرکز لازم رو نداشت دیگه. و منم هی بهش گفتم، هم آقای حمزه گفت، هم من بهش گفتم، فرزاد گفت، اما دقت نمی کرد و دوست داشت انجام بده، همون خودباوریه نمی زاشت. یعنی می گفت من امروز اصلا زانوان غم بغل گرفته بود، من نمی تونم. اینجوری بخواد به نظر من فوتبالیست نمی شد. مورد یه راهکار بخواید بگید که اگر یکی دو تا توپ بازیکن خراب کرد ذهنش درگیر اون توپه دیگه نباشه، چی کار باید کنه؟ چون میگه تلاش دارم میکنم بهش فکر نکنم، نمیتونم. حسین جان خودش باید به نظر من استرس رو از خودش دور کنه و اون چیزایی که مربی ها میگن بیاد روش فکر کنه و همون کار انجام بده، ضربه رو به توپ وارد کنه و اون هدف رو نگاه کنه. بهش اول گفتم، گفتم توپو که میذاری رو زمین هدف رو نگاه کن، توپم نگاه کن، بر مبنای هدف ضربه بزن به توپ، میره تو چارچوب قرار میگیره. دوست داشت انجام بشه، نشد دیگه. حالا خسته نباشید بهش میگم انشالله همونطور که آقا خداداد گفت روز آخر بتونه، روز آخر کشیده شد و بعد تلاش خودش رو انجام بده دیگه. به امید خدا. متشکرم آقا سهراب بختیاری‌زاده. علی عباسی طبق پیشبینی ظاهر شد. خسته نباشید میگم به چهار تا بچه و گلرها. علی امتیاز گرفتنش رو دوست داشتم که برگشت، ولی چیزی که واقعا برام لذت بخش بود چون یه نکته خیلی خوب آقا خداداد گفت در مورد بزگوش دیروز. بزگوش یه پشتوانه امتیازی داشت، با آرامش کار کرد و دوباره امتیاز گرفت، ولی عباسی اون پشتوانه رو نداشت و من آرامشش و تمرکزش و اون حس مسئولانه شد دوست داشتم که بدون ترس به توپ ضربه زد و امتیازگیری کرد و برگشت به بازی. ولی تنها ایرادی که ازش گرفتم، چون اول کار بهش گفتم که توصیه‌ام این بود، البته کار اصلی رو خودش انجام داد و خود بازیکن‌ها انجام میدن حقیقتا، گفتم فکر کن هیچ کس تو سالن نیست و خودت تنهایی به تو ضربه بزن و متمرکز شو بعد هر ضربه به کار بعدیت. تنها ایرادی که ازش گرفتم اون مرحله اول بود، وقتی که اومد یه شیش امتیازی زد خوشحالی کرد و من دوست دارم حالا عباسی و همه بچه ها خوشحالی کردن ایراد نداره، در حال این حق بازی کنه، ولی برای اهداف بزرگتر خوشحالی کنن و توی اون جریان بازی، جریان رقابت که داشت ایستگاه ها رو میرفت حق نداشت اون لحظه خوشحالی کنه، چون گل زد باید سریع تمرکز میکرد رو کار بعدی. و این سوال قبلیتون که بازیکن‌ها فکر میکنن حالا ذهنیت براشون وجود میاد، من توصیه‌ام اینه آدمایی که توی زندگی روزمره‌شون توی حال زندگی میکنن، لحظه حال، آدمای شادین، شادابترن نسبت به بقیه و بهشون توصیه میکنم فوتبال هم همینه، یعنی فکر نکنن به کار قبلیشون و ترسی از کار بعدیشون هم نداشته باشن، راحت کارشون رو با شهامت انجام بدن و توی لحظه باشن، این میتونه خیلی کمک شود. بسیار متشکر. آقا وحید شمسایی، نبینیم دانیال اینطوری باشه. با آقای عزیز صحبت میکردم، یعنی چون بزرگتر ماست، بیشتر دیده شرایط زندگی و ورزش و فوتبال دانیال فوتبال بسیار قشنگ و درجه یکیه، سرعت، ضربه زدن با دو پا و قبل از این مرحله که تو گروه من باشه با آقای بختیاری زاده بود و خیره کننده بازی میکنی با تمام توانت، با تمام وجودت. تو چالش امروز از دقیقه یک اصلا رنگ و رود پریده بود، حتی وقتی سه تا زدی تو مرحله اول من فکر کنم که انتظار اینو داشتم که باهات صحبت کردیم، من و محمد طاهری، حتی آقای عزیزی صحبت داشت باهات میکرد، انتظار اینو داشتیم، حتی احمد آقا تقوی اصلا بردت کنار. یعنی ما میخوایم بگیم جمع فرق نمیکنه، شاگرد منی، شاگرد آقای بختیاری زاده هم هستی، شاگرد آقای شارودی هم هستی، انتظارمون این بود که تو مرحله بعد یعنی پارت دوم بتونی به اون چیزی که میخوای برسی. استرست شد دو برابر. آخرین مرحله
که حالا شاید چالش با فوتبال باشه، شاید فوتبال باشه، هر آنچه که برنامه‌ریزی ستاره ساز واسهتون انجام میدن، اون روز آخر قشنگ جذابیت فوتبال رو امروز ما تو ستاره ساز میتونیم ببینیم که تو مرحله بعد خیلی 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 کارتون سخته. چهارتاییتون خسته نباشید، به چهارتاییتون میگم. یه چیز در باره گلرها داشتیم با آقا وحید خلاق دوست صحبت میکردیم، هر گلری خودشو فنا نکنه تو شرط تک به تک برنده است. عباسی این کارو کرد توی مرحله، تا آخرین لحظه اومد با دانیال و توپو گرفت، همین کارو سپهر هم کرد، همین کارو حسین هم کرد، همین کارو صدرام تو تک به تک آخر با ابوالفضل کرد، خودشونو فنا نکردن. روز خوب گلرها بود و به غیر از علی عباسی که فوق العاده بود، احساس میکنم روز خوبی برای بقیه بازیکن‌ها تو چالش نبود. بسیار عالی، متشکرم از شما عزیزان. بریم کارنامه عملکرد ستاره هامو در چالش های امروز رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. هر روز درخشانتر از روزهای قبل. آره خدا رو شکر، همیشه سعی کردم از روز قبلم بهتر باشم، حالا بعضی جاها هم نشد، حالا میگیم خدا نخواست، ولی همیشه سعی کردم از روز قبلم بهتر باشم. امیدوارم روزای بهتری تو راه باشه. بابا الان تو آسمون هست و خوشحال پر در آورده. آره همیشه خوبی منو میخواد، همیشه خاک باشم دستش درد نکنه، همیشه کمک میکنه منو، همیشه دستبوسش هستم، به خاطر اونه که من تا اینجا اومدم. همیشه میدونم خودم اینو و همیشه تکرار میکنم، مادر عزیزم، مادر دلسوزم، این همه منو کمک کرد، مربی عزیزم که همیشه مثل عمو بود برام، مثل برادر بزرگتر بود. از همه تشکر میکنم، واقعا خیلی کمک کردن تو این راه ازم. و آقای وحید خلاق دوست واقعا کمک میکنه، واقعا انرژی میده، واقعا ما رو درک میکنه، واقعا دستبوسش هستم. راضی نیستی از خودت؟ نه نبودم. خب متوجهم، ولی خب از نگاه مربی خوب بودی. آره خب بالاخره از دید مربی خوب بودم، بوده 6 تا توپ من رو دروازه‌ام یه دونه‌شو تونستم بگیرم، یه دونه خوب بود، ولی خب من توقعم از خودم اینه که بخوام، یعنی با این امید اومدم تو زمین که بخوام 6 تا توپ رو بگیرم. من خب ابوالفضل ضرباش نشدنی بود گرفتنش، یا من کم گذاشتم یا اون ضرباش خوب بود، اما من خودم راضی نبودم، ولی خدا رو شاکرم که مربی از من راضی بود. با شناختی که ازت دارم قطعا ناامید نیستی. ناامید که نه، این بس ناراحتی بس امروز، فقط سعی میکنم بعد امروز پاک کنم از دنم، ولی خب نمیشم در روش فکر نکرم. ولی یه ترسی از روز آخر اومده سراغت؟ اگه خودم باشم نه، باری کرد من مطمئنم میتونم برم فینال، چون حقمه برم فینال، چون اصلا نظر داورام، شما خودتون بالا هستین میگن، نمیخوام بگم من خوبم، ولی خب امروز روزم نبود، نمیدونم چرا است، دلیلشو نمیدونم. امیدوار هستی به فینال؟ 100%. فکر کنم الان اختلافم با دانیال یه چند هلوش 5 امتیازی باشه، یعنی از قبل یه چیزی دارم، حالا برم تو زمینم ایشالله که با یه نمره خوب برم بالا، امتیاز خوب. خوشحالم که باعث خوشحالی شما شدم و همچنین تایید کارشناس داورم. بله زنده باشیم. از آقا ایوب و آقا سهراب هم تشکر میکنم که به من رویه دادن، انرژی زیادی دادن، نصف امتیازهایی که گرفتم به خاطر اونا بود، خیلی خوب انرژی دادن. هیچی هنو معلوم نیست آقا سهراب، حالا تلاشمو میکنم تا آخرین لحظه، تلاشمو میکنم انشالله که برم، ولی دو بدام کار سختیه، بالاخره بچه ها ستاشون هم فوق‌العاده‌ان، نمیشه دست کم بگیر، ولی تلاشمو میکنم انشالله. خدا رو شکر که این جمله رو ازت شنیدی. خیلی ممنون. چون تو و حامد داجویان کلا فازتون یه جوریه که انگار میخواد به بقیه بگید آقا ما فینال برو نیستیم. تلاشمونو میکنیم انشالله، هر چه خدا بخواد، هر کی حقشه بره فینال. در صحبت‌هایی که کارشناس داوران عزیزمون داشتن، تشکری داشتن از آقا وحید خلاق دوست بزرگوار که واقعا وقت می‌ذارن برای دروازه‌بان‌هامون. ما هم تشکر می‌کنیم از ایشون و همچنین
سایر مربیان گرامی که مثل بچه‌هاشون مراقب ستاره‌هامون هستن. فرق هم نمی‌کنه که شاگرد خودشون باشن یا شاگرد یک عزیز دیگه. آقا ایوب اصغرخونی، احمد آقای تقوی، محمد آقای طاهری، آقا میثم حمزه، آقا فرزاد شاهرودی. همچنین تشکر کنم از آقای مشیری عزیز. خیلی کارتون زیاد شده، خدا قوت. بعضی جاها دیگه حال خودشون بد می‌شد. واقعا خسته نباشید عرض می‌کنم و تشکر از شما مردم عزیز. حتماً روز آخر رقابت‌ها رو دنبال کنید، فوق‌العاده جذاب خواهد بود. و خواهشی که از شما مردم عزیز و به خصوص ستاره‌ها دارم، در بالا پایین زندگی اگر که دوست دارید وقتی مشکلات پیچیده میشه، کار گره میخوره، خود کارتون رو درست کنه، برای پدر و مادرتون انسان‌های کار درستی باشید. شب و روزگارتون خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.